داخل ایران و اینکه امروز در امریکا روز شکر گذاریه، ولی در ایران روزی هست که ما باید مبارزه بکنیم برای پس گرفتن ایران. در حال حاضر وضعیت جدیدی در ایران ایجاد شده، مخصوصا بعد از اینکه جمهوری اسلامی به عنوان آخرین حربه اصلاح طلبا رو به میدان آورده و همون فتنه سابق با رمز تجزیه طلبی، با رمز اینکه اینها علیه تجزیه ایران به میدان اومدند، بسیاری از مهره‌های خارج کشور خودشون صادراتی‌ها رو هم فعال کردند برای اینکه جلوگیری بکنن از این انقلاب. چند اتفاق مهم داره میفته همیهنان گرامی. اول اینکه اومدن اصلاح طلب‌ها به میدان، اینکه فرزند فلان آخوند با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرد، یا اینکه دفتر منتظری فلان پیغام رو داد، این برای ترساندن مردم و بعد مطرح کردن رفراندوم. کدام رفراندوم در جمهوری اسلامی؟ رژیمی که هنوز حتی یک نفر از قتل‌هایی رو که انجام داده بر عهده نگرفته مسئولیتش رو، انتظار دارید که هیچ کسی این رو قبول نداره. این مردود هست، فقط باید مواظب این فتنه باشیم. وریا غفوری رو دستگیر کردند، فوتبالیستای دیگه هم حرف زدند، ولی چرا وریا غفوری؟ برای اینکه جامعه رو دارن محک میزنند. واکنش سنجی هست در کل ایران که آیا حرف اصلاح طلب ها و مزدوران صادراتیشون در بین حتی اپوزیسیون که نفوذ کردن تحت عنوان اپوزیسیون همین رو مطرح میکنن، این رو دارن آخرین بهره برداری رو ازشون میکنن که مردم پشت کردستان رو خالی بکنن. فقط کردستان نیست، بلوچستان هم هست. این خیلی مهم است همیهنان گرامی. در داخل ایران در حال حاضر آن چیزی که در کردستان هست یک دفاع مشروع، یک مبارزه مشروع و نابرابر. طرفی سلاح، ادوات نظامی، تانک‌های زیادی رو اونجا فرستادن، یک طرف هم دست‌های خالی گره کرده، مشت‌های با سنگ و با اراده ولی با شرافت ولی در میدان. آیا ایران مقابل این سوال هست، حمایت بکنیم یا نکنیم؟ بدون تردید پاسخ رو ما در داخل ایران داریم می‌بینیم. به رغم اینکه بسیاری از حتی خارج نشین ها هم سو شدن، هم صدا شدن با دشمن و مسئله دوباره با رمز تجزیه طلبی میخوان بقای جمهوری اسلامی رو تضمین بکنن، پاسخ اونها رو دادن. در تهران بسیاری از مناطق همین لحظه اومدن بیرون. در تهران پارس، در نارمک، ستارخان، پونک، اشرفی اصفهانی، آریاشهر، فلکه سوم تهران پارس، نازی‌آباد، تجریش و هفت حوز تهران، بزرگراه کاشانی، به غیر از اینکه خیلی از جاها بنرها و ارزش‌های دروغین آخوندها رو اینها آتیش زدند، در همه مناطق یک شعار خیلی خوب شنیده میشه: از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. این دقیقاً مشت محکم بر افرادی است که حتی تا مشاورت افراد مهم در اپوزیسیون هم پیش رفتند. همون دفتر تحکیم وحدتیا و اصلاح طلبای دیروز که در حال حاضر تحت عنوان ملیگرا میخوان جمهوری اسلامی ثابت بمونه. کدام تجزیه طلبی در ایران وجود داره؟ اینها میخوان چی بگن؟ میخوان بگن کدوم از احزاب کردستان که گفتن خودمختاری، این یعنی تجزیه؟ اولا در شرایط فعلی همه باید بدونند تمام مردم ایران پادشاهی خاص خواه نیستند، تمام مردم ایران فدرالیست هم نیستند، تمام مردم ایران جمهوری خواه هم نیستند، ولی اکثریت 95% مردم ایران ضد این حکومتن. آزادی میخوان، رفاه میخوان و اون نوع حکومت رو فردای آزادی تعیین میکنن، نه حالا. کسانی که در این مسیر نیستند بدونید که از دشمنن. کسانی که در این راستا نیستند و دارن تفرقه ایجاد میکنن، تردید نداشته باشید. هر پرچمی شیر و خورشید پشت سرشون گذاشتن، مگه این تایید میشه؟ مگه هر کسی شیر و خورشید پشت سرش گذاشت این از مردمه؟ منش ها رو نگاه کنید، رفتارها رو نگاه کنید، تلاش رو نگاه کنید برای اینکه اتحاد رو حفظ میکنن یا نمیکنن. این مسئله بسیار مهمی است. همزمان در بلوچستان هم نگاه کنید، گروهی از نیروی رزمایشی ارتش رو فرستادن اونجا، گفتن داعش هست. کدوم داعش؟ کدوم داعش در بلوچستان هست؟ یعنی هست هنوزم ماهیت پلید آخوندها رو ندونسته باشه و ندونه که هر گروه تروریستی در کل جهان سرش به حکومت جمهوری اسلامی بنده. کسی هست ندونه که تمام تروریستای جهان از این رژیم ارتزاق میکنن؟ حالا کدوم حکومت داعش اومده مردم رو بزنه در بلوچستان؟ این چرندیاتی هست که این
اصلاح طلب ها میخوان به خورد جامعه بدن، همون اصلاح طلب هایی که 15 سال سرنگونی این حکومت ننگین رو به عقب انداختن، خائنینی که هیچ گونه خیانتشون کمتر از اصولگرایان نیست. اصولگرا و اصلاح طلب زمان اینها به پایان رسیده، با نسخه هاشون از رفراندوم گرفته تا حفظ تمامیت ارضی. کدوم تمامیت ارضی؟ این همه جوان در ایران کشته شد برای تمامیت ارضی ایران بود، برای حفظ یک پارچگی ایران بود. کسانی که مخصوصا در اپوزیسیون هستند لازم هست این اتحاد رو حفظ بکنن. در حال حاضر اگر در کردستان یا هر جای دیگه انقلاب سرکوب بشه، این انقلاب در همه جا سرکوب شده و کسی فکر نکنه که به تنهایی میتونه به آزادی برسه. پس هوشیار باشیم، بلندگوهامون رو در اختیار دشمن قرار ندیم، ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم. مخصوصا کسانی که خارج نشین هستند تحت تأثیر اصلاح طلبایی که چند سال نفوذ کردن در بین شما قرار نگیرید. هدف جمهوری اسلامیه. تحت هر شرایطی کسانی که این هدف رو تضعیف میکنن از حکومتن، هر کسی باشن در هر ردهی، هیچ فرقی ندارن با هم. رفتار انسان ها مهم هست. در این شرایط که فرزندان ما دارن خون میدن، ما بیایم و مردم رو بترسونیم از اینکه فلان حزب این برنامه رو داره، اون حزب این برنامه، این توسط احزاب نیست، توسط مردم انقلاب داره میشه. این انقلاب توسط مردم ایران هست، نه از خارج. بهونه برای فرافکنی خارج توسط دشمن داره انجام میشه و باید همه بدونیم. در بلوچستان، در زاهدان، سردار امان الله باجیزهی رو به قتل رسوندن، جان باخت. از طایفه، از بزرگ طایفه براهویه که دو فرزندش، دو پسرش در جمعه خونین زاهدان جان باختند، جاوید نامانی که برای آزادی جان باختند، حالا این رو اومدن کشتن برای اینکه بگن با داعش ارتباط داشته. این فرافکنی آخوندی رو کسی نمیپذیره. هم میهنان ما در داخل ایران، این واقعیت رو بدونیم، جمهوری اسلامی در پایان هست. خودشون دارن اعتراف میکنن. ابوالقاسم شیرازی، آخوند ابوالقاسم شیرازی که اسم آیت الله رو هم داره، برای اینکه بشناسید، اونی که اومد گفت زمانی که سید علی متولد شد گفت یا علی اومد بیرون، اون جمله مسخرش رو همتون به یاد دارید. این رسما اومده اعتراف کرده که 30% نیروی انتظامی ریزش کرده، دیگه کسی پاسخ نمیده، که البته دروغ میگن، بیش از نیمی از نیروی انتظامی هست. برای همین هست که سپاه با لباس نیروی انتظامی میاد، برای همین هست که هشت شعبی هم با نیروی انتظامی، لباس نیروی انتظامی ایران وارد شده، حزب الله با همین لباس. برای همین هست که بخوان همین صف خودشون رو که شکسته شده، در هم شکسته شده، نشون ندن به مردم و مردم نفهمن که چه اتفاقی افتاده. هم میهنان گرامی، فتنه بزرگی در راهه. اگر این فتنه رو رد کنیم، جمهوری اسلامی بسیار ساده تر سرنگون خواهد شد. ابوالقاسم شیرازی که رئیس اتحادیه، خوب دقت کنید، ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران هست، بهش 700 دست لباس دقیقاً یونیفرم نیروهای پیشمرگ کردستان رو دادن، دقیقاً یونیفرم اونها با آرم اونها. خب میخوان چی کار بکنن؟ همزمان تانک ها ادوات جنگیشون سر مرز هست. برنامه یک حمله زمینی رو دارن، ولی این نیست فقط، چون اینها در زمین، در کوهستان، تحت هیچ شرایطی، در وضعیت برابر امکان پیروزی ندارن. همه کسانی که آگاه به اون منطقه هستند این رو به سادگی میدونن، نیاز به تحلیلگر نیست. ولی برنامهشون این هست به نقده و ارومیه حمله بکنن، تحت عنوان اینکه نیروی پیشمرگ این کارو کرده، تحت عنوان اینکه کردها این کارو کردن. هم میهنان ترک آذربایجان، این فتنه رو مواظب باشید. هیچ گونه اختلافی، اگر در گذشته هر اختلافی بوده و حکومت ایجاد کرده، دیگه همه با هم در حال حاضر پشت سر هم هستند. این فتنه جدید که در راه، با لباس و یونیفرم نیروهای پیشمرگ و البته خائنینی هم هستند در بین کردها که با اینها هستند. کردی هم ممکنه صحبت بکنن، هیچ ایرادی نداره. ما میدونیم در اکثر شهرها، در مهاباد، در سنندج، در سقز، هر روز تعدادی از این خائنین رو دارن کامل خونسا میکنن مردم. اینها هم با زبان کردی صحبت میکنن و میخوان از اونها استفاده بکنن برای شعله ور کردن آتشی که، آتش فتنه و تفرقه ای که بخوان انقلاب رو باش سرکوب بکنن. در حال حاضر کردستان و آذربایجانی که در هم تنیده، پشت سر هم خواهد بود برای سرنگونی این حکومت ننگین.
کسی فریب این فرافکنی و توطئه در راه رو نخوره. لباس هایی که ساختن دوختن، لباس هایی که دوختن با توطئه ای که در راهه، کسی فریب نخوره. همه متوجه باشن که این یک فتنه است. تحت هیچ شرایطی هیچ گروهی، هیچ جوان آزادی خواهی در کردستان، هیچ برادر ترکی رو نه تنها دشمن نمیدونه، بلکه شعارهایی که یاشاسن کردستان بجی آذربایجان رو سر دادن، زنده باد هر دو، زنده باد ایران رو سر دادن، و کسی فریب این رو نخوره. هم میهنان گرامی، این خیلی مهم هست که بدونیم، مواظب فتنه ها باشیم. رژیم تا به پایان میرسه، ما با آخوندهایی طرف هستیم که تا پایان هر روز یک فتنه جدید، هر روز یک حقه بازی جدید، هر روز یک حیله جدید برای متوقف کردن انقلاب رو انجام میدن. ولی ما هوشیار باشیم، پشت هم دیگه قرار بگیریم، اتحادی که در سرتاسر ایران ایجاد شده رو حفظ بکنیم، و کسانی که میخوان این اتحاد رو به هم بزنن تحت عنوان دلسوزی از اونها عبور بکنیم. هر کسی هست ازش عبور بکنیم. پیروزی در همین اتحاد هست، و هر گونه تفرقه ای، ایجاد هراس از آنچه که در ایران اتفاق میفته، تنها و تنها به نفع دشمن مشترک جمهوری اسلامیه. همینجور از ایران میاد، فیلم های جدید داره میرسه، منتظر گزارش بعدی خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم. من خیلی کوتاه این رو بگم، من پوزش میخوام. همزمان در کرج، گلشهر، کرمانشاه، جعفرآباد و کیانشهر، ایلام، درشهر، سیوانشهر ایلام، در ارومیه، اسلام آباد ارومیه، حکیم نظامی اصفهان اومدن بیرون، گاز اشکا برم زدن، پاکدشت ورامین، سنندج مردم بیرونن، همدان تظاهرات، گلسار رشت هم دوستان گفتن خالیه، دارن هسته ها رو تشکیل میدن چون نیرو به جاهای دیگه فرستادن، و اندیمشک هم همین حالا تظاهرات، من یادم رفت که این رو بگم، تظاهرات در شهرهای مختلف همزمان در جریان است. تلاش کنیم که اینها رو شعله ورتر بکنیم. بسیار سپاسگزارم علی جمادی عزیز، تا گفتگوی بعدی. سپاسگزارم.